صبح یعنی که خدا فرصت آغازت داد، بال و پر داد تو را، رخصت آغازت داد. سلام، سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر، خوش آمدیم به هشت صبح امروز، 27 روز از مرداد ماه و روز یک شنبتون به خیر باشه. بریم سراغ اولین خبر امروزمون. ابر رایانه ایرانی سیمرغ تا سال آینده آماده میشه. این خبر رو آذری جهرومی در توییت خودش عنوان کرده و منتشر کرده. گفته ابر رایانه ایرانی سیمرغ تا سال آینده آماده میشه و 100 برابر هم قدرتمندتر از نمونه های قبلی عالی و فوق‌العاده هم هست. این ابر رایانه برای حمایت از کسب و کارها با هدف توسعه هوش مصنوعی به مردم خدمت میکنه و هزار آفرین به سازندگان جوان و خلاق. در نهایت هم تشکر کرده از بچه ها و منتشرش کرده این خبر خوب رو. بریم سراغ خبر بعدی و یک تیتر متفاوت از کاربرها در فضای مجازی. از ماجرای تردد معلمان خصوصی با آمبولانس در پایتخت براتون خبر آوردم. با هزار تا علامت سوال و علامت تعجب توسط کاربرها دست به دست شده در فضای مجازی. یه استاد دانشگاه مدعی شده که معلمای خصوصی کنکور در تهران به آمبولانس ها پول میدن تا اونها رو از خط ویژه از کلاس اول به کلاس بعدی برسونه. حالا پولی هم که در مقابل این شهریه های هنگفت میگیرن چیزی نیست، یعنی اصلا قابل توجه نیست. پس الان میشه گفت وقتی که صدای آمبولانس رو شنیدین سریع راه رو باز کنین، چون علاوه بر یک بیمار خاص که نه، یک مسافر خاص داره. حالا واقعا ما از کجا رو من بفهمیم الان صدای آمبولانس رو شنیدیم؟ یک بیماره یا یک مسافر خاص پولکی کلی زحمت کشیدن، فرهنگ سازی کردن که خط ویژه آمبولانس یا از خط سبقت دیدین که آمبولانس میخواد تردد بکنه سریع راه رو براش باز کنین. خب اینه که واقعا ابهامات ایجاد میشه که الان واقعا چیکار باید کرد، از کجا واقعا باید فهمید که بیماره یا یک مسافر خاص. اینم یک دغدغه جدیدیه که ایجاد میشه واسه همه راننده هایی که دارن تردد میکنن و البته پاسخگویی مسئولین مربوطه رو هم میطلبه. بریم سراغ خبر بعدیمون. ویدیویی که منتشر شده و اینطوری گفته شده که صدای انفجار بمب به جا مونده از جنگ تحمیلی در حوضه سانی بوده و با همکاری نیروهای سپاه و پایگاه چهارم شکاری دزفول منهدم شده. اما ماجرای صدای انفجار رو سرپرست فرماندهی پل دختر دقیقاً توضیح داده. گفته این بمب چند روز پیش توی شهرستان مشاهده شده بوده، با کمک نیروهای سپاه و ارتش هم منهدم شده. این بمب 500 پوند وزن داشته و دومین بمبی هم بوده که از دوران دفاع مقدس در پل دختر کشف و منهدم شده. سیف گفته که این بمب توسط سیل فروردین امسال آورده شده با گل و لای به اطراف شهرستان پل دختر و این ویدیویی هستش که منتشر شده. بله، و این هم تصویر به جا مانده از بمب و جنگ تحمیلی در پل دختر هستش که منتشر شده، تصویری که توسط کاربرها دست به دست شده. خب سری می‌زدم به مطالب پربازنشر از لابلای روزنامه ها که البته خیلی هاش مورد توجه کاربرها قرار گرفته بوده و کلی هم استوری در موردش نوشته بودن و دیشب خودم داشتم چک می‌کردم خیلی زیاد می‌دیدم. حقوق مزدک میرزایی در شبکه ایران اینترنشنال روزنامه جام جم بهش پرداخته که این رو ماهیانه 93 میلیون تومان عنوان کرده. اینطوری که این روزنامه نوشته، شبکه ایران اینترنشنال حقوقی معادل 75 هزار پوند در سال به کارکنان مطرحش میپردازه که اگه اون رو بیایم تقسیم بر تعداد ماهای سال و ضرب در قیمت پوند بکنیم میشه 93 میلیون تومان در ماه.
در حالی که توی این گزارش من دیدم نوشته که خب حقوقش رو اگه بخوای برآورد بکنی با 20 سال سابقه ای که اینجا داشته کار میکرده به 4 میلیون تومان اگر میرسیده. واقعا وقتی که داره 93 میلیون تومان میگیره باهاش چیکار که نمیشه کرد. این هم از ماجرای حقوق مزدک میرزایی رو خب میشه گفت یکی از دلایل رفتنش هم میتونه همین باشه. کلی هم واکنش کاربرها رو هم داشتیم، البته نکات جالبی نوشته بودن، اما باز هم براتون خبر رو بردم که روزنامه ها منتشر شده و مورد توجه کاربرها و اینکه این بار همین خورده تأسف بار البته گزارش روزنامه ایرانه از دستمزد زنان در آستارا استان گیلان. مرزیه این رو نوشته، این رو منتشر کردن توی این روزنامه ایران، گفته که دبیر مدرسه غیر انتفاعی پایه پنجم دبستان توی آستارا داره تدریس میکنه، میگه من یک ماه که سر کار میرم 400 تومن میگیرم، همکارای من 300 تومن میگیرن، علت 100 تومن افزایش حقوق منم هم به خاطر مدرک فوق لیسانسمه. من الان خیلی خوب دارم حقوق میگیرم، به طوری که اگر که خانمی 1 میلیون تومن حقوقش باشه یعنی یک حقوق خیلی رویایی داره و خیلی قسم قابل توجهه و خیلی عجیبه. میگه میدونم بیکاری داره همه جا بیداد میکنه، اما توی شهر ما خیلی عجیب غریبه که حتی این تفاوت دستمزد بین آقایون هم دیده شده، به تفاوت دستمزد بین زنان و مردان هم حتی اشاره کرده. حتی تازه خیلی خوشحال بوده، گفته خوشبختانه شهرمون چون که کوچیکه هزینه عیاب و ذهاب نیاز نیست پرداخت بکنی، ولی اگه اونم میخواستیم بدیم که کردن 400 تومن چیزی واسه ما نمیمونده. میگه شاید یه مشکل همه باشه، اما این تفاوت دستمزد یا آستارا واقعا باور نکردنیه، گلمند بوده. در هر حال الان هم ما که داریم میشنویم این رو واقعا تعجب میکنیم، واقعا از استان گیلان، از آموزش پرورش استان گیلان جا داره که بخوایم واقعا رسیدگی بکنن. یک دستمزد یک دبیر، اونم مدرسه غیر انتفاعی که همه جا دستمزدها چند برابره، اونجا واقعا خیلی عجیبه که 400 تومن اونم با مدرک فوق لیسانس سازه. واقعا جای تعجب داره و بحث و تأمل و رسیدگی. خب از حج امسال ویدیوهای خیلی زیادی داشتیم، اما با نمکترینش رو الان براتون انتخاب کردم. ببینیم میلیون ها بار دیده شد در فضای مجازی، خیلی دست به دست شد توسط کاربرها چون که خیلی بامزه و بانمک بود و واقعا گفتن خوش به سعادتش که کوچکترین و بانمکترین فرد حج امسال نامگذاری شده، ویدیوش هم منتشر شده. به پایان بخش خبری رسیدیم. لبخند خداوند همراه همیشگی لحظه هایتان با تا بخش خبری ساعت 9.